الحمدلله رب العالمین، خدا رو شاکریم به همه نعماتش، نعماتی که میبینیم و نمیبینیم، نعماتی که درک میکنیم و درک نمیکنیم. خدا رو شاکریم به نعمت سلامتی، صحت، امنیت، عافیت. خدا رو شاکریم به توفیق حضور در این جلسه و خدا رو شکر میکنیم به بهترین، شیرین‌ترین، زیباترین، شیواترین، والاترین، بالاترین و اجل نعماتش، نعمت ولایت مولامون امیر المؤمنین و اولاد معصومینشون علیه و علیهم السلام. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين ولایت مولانا امیر المؤمنین و اولاده المعصومین سلام الله علیه و علیهم اجمعین. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصير، امیری حسینون و نعم الامیر. الحمدلله که خدا امشبم به ما وقت داد، اذن داد، لطف کرد، منت گذاشت، بزرگی کرد، بزرگواری فرمود، برامون خواست، اجازه داد زنده باشیم و زیر بیرق عزای حضرت زهرا سلام الله علیها و روی فداها در این سیاه پوشان حضرت صدیقه دور هم جمع بشیم و عرض ادب بکنیم. وقت گذشته و خیلی مختصراً اگر انشالله بتونم این دائم الوزودن رو به جایی برسونم و عرائزم رو جمع بکنم. ما یه فضائلی در باب وضو خدمتون عرض کردیم و اینی که چقدر خوبه وقتی که حدثی از انسان سر زد و وضوش باطل شد بلافاصله وضو بگیره. حالا ما میگیم تجدید وضو، در حالی که درستش ابطال وضوه. طرف میره برای قضای حاجت، میگن کجا میریم؟ میگم تجدید وضو. نه، ما میریم ابطال وضو میکنیم، بعد وضو دوباره ای رو میگیریم. ما هممون ابطال وضو میکنیم، اونی که تجدید وضو میکنه به معنای واقعی فقط معصوم علیه السلام و روی فداست. یه سری روایات هم گفتم که به قول امروزی ها مفت مفت رو میتونی جمع کنی. من آدمی نیستم شرطی باز باشم و رفقام و عزیزانم و شرطی بار بیارم که این کارو بکن انقدر ببر، نه. ولی یه چیزایی رو برای ما قرار دادن برای اینکه نزدیک بشیم به حضرت حق و به تبعش به آل الله علیهم السلام و روی فدا و مجمعین. یه چیزی ما داریم رفقا که تو وجود هممون هست و متاسفانه خیلی وقتا این ویژگی افتضاح زندگیامونو زیر و رو میکنه. این ویژگی افتضاح زندگیها رو نابود میکنه و این ویژگی زشت اعمال ما رو هم از بین میبره. به هم میپیچونه میره. ببخشید بلا نسبت شما، عذر میخوام. کلی آدم میسازه میره بالا، غروب که شد یه لگد میزنه همه رو. قدیمی ها میگفتن گاوه. بعضی ها جرقه انبار باروت میشن. یه وقتی یه عالمی نقل میکنه که من خوابیده بودم. ببین رفیق، خواب در مکتب و مذهب ما حجت نیست، اما گاهی رؤیای صادقه ای رخ میده که پرده برمیداره از یک اتفاقی که بعدن هم به واسطه این رؤیای صادقه و اتفاق واقع شده این دوتا هم دیگه رو تکمیل میکنن و تایید میکنن. ممنونم سید جان. اینو گوش کنید خوب، شیش دونگ. یعنی میخوام بگم فکر نکنید ما به خواب استناد میکنیم، نه، حرف خواب استناد ما نیست. ما یه شاهد مثال میاریم، اونم از رؤیایی که قطعا میدونیم صادقه است و علما نقل کردن. میگه خوابیده بودم اون عالم تو خونم، یه خوابی دیدم انقدر این خواب
وحشتناک بود از خواب پریدم. حالا الان که نمی طلبه، الان که نه وقتش هست نه بحث ما که تو قصه وضوع اجازه میده، ولی اینقدر به تو میگم در باب خواب هم حرف خیلی زیاد داریم، نه خوابی که آدم خواب ببینه، در باب همین نوم که ما میخوابیم. اسراری داره خوابها، انقدر عجیبه این خواب که فرمودن النوم اخو الموت، خواب برادر مرگه. فرمودن اگر کسی رو در خواب دیدی مرگ رو به یاد بیار. حالا چون خواب یه ارتباط مستقیمی با عالم ارواح داره و روح تا یه حدودی از بدن موقع خواب خارج میشه، لذا دید کراهت یهو طرف رو صدا کنیم میگه با طرف بر نمیگرده، عواله میداره خواب، چون خود روح هم فرمود یسالونی که عن الروح قل الروح من امر ربی. یه وقتی یه جمعی یه جایی ملحمن این حرف راجب خواب با هم صحبت کنیم، خیلی شنیدنیه حرفایی که تو خواب هست و اون موقع قدرت روح رو آدم میفهمه، همین روحی که هممون در کالبد جسم محصورش کردیم و بستیمش. خدمتون عارضم که ایشون میگه انقدر این خواب وحشتناک بود من از خواب پریدم. خیلی همون برام پیش اومده یه خواب بعد میبینی یهو بیدار میشی خواب میپری، مثلا یه لیوان آب میخوری برمیگردی به دوباره طبیعی. این قدرت عالم روحه. میگن خواب پریدم و کم خدای چی بود این خواب آخه، چی میخواستی به من نشون بدی؟ خواب چی بود؟ خواب دیدم وارد بهشت شدم، دارن منو میتابونن تو بهشت، باغهایی رو به من نشون میدن که اصلاً به مخیله بشر نمیاد. شما شمال رو دیدی؟ گیلان رو دیدی؟ مازندران رو دیدی؟ رفتی؟ سوئیس رو دیدی؟ تو خیلی از مثلا فیلم ها و تو اینستاگرام و تصاویر، همه اینا رو بذار کنار هم، ذره ای از زیبایی های بهشتم نمیشه، اصلا به چشم نمیاد. میگه یه چیزایی به من نشون میدادن که مخیله کسی نمیتونست اینو ترسیم بکنه. حالا من هی توضیح بدم نمیفهمید، دیگه خواستن یه ذره ما بفهمیم، گفتن بابا جنات تجری من تحت الانهار، یه رودخونه داره اینجوری یه رودخونه داره اینه. بعد خدمت شرفتون عارضم که میگفت بعد قصرهایی بود که اون قصرها هم چشم و خیره میکرد. آقای انگشتر جنسش چیه؟ مثلا زبرجد. این چیه؟ مثلا حدید. اون چیه؟ یاقوت. ای یاقوت از چنده؟ اینقدر یاقوت از کیلت بیاد بالای 15 میلیون الان قیمت شه. یه قصر از یاقوت، یه قصر از زبرجد، نه فیک. میگه قصرای عجیب غریب، تو این قصرای ریز و درشت یه قصری بود از همه بلندتر، زیباتر، دلنوازتر، چشم نوازتر، طوری که من اون بهشت و اون قصرا رو حوریا اینا رو دیدم، وقتی این قصر به این عظمت و زیبایی رو دیدم مات این قصر، اصلا اونو یادم رفت. گفتم این قصر مال کیه حالا؟ گفتم این مال میرزا حبیب نجاره. ولمون کن بابا، نه عالمه نه من، یه نجار ساده بچه محل ماست با هم. این قصر برای چی؟ خب برای چی؟ چی کار کرده مگه؟ همینطور داشتم نگاه میکردم این قصر رو، یهو یه صاعقه زد، قصر به این عظمت پکید، پودر شد ریخت. انقدر وحشتناک بود نابودی این قصر، از خواب پریدم نگاه کردم دیدم دمدمای از اون صبح. میدونستم میرزا حبیب نجار اهل نماز شب و تهجده، گفتم قطعا بیداره، یه قصه پشت این جریان هست. رفتم در خونش رو در زدم و در رو باز کرد و حضرت آقا سلام علیکم، عرض ادب ارادت، این وقت شب اینجا منزل ما رو منور کردی. گفتم این حرفا رو ول کن با من، حالم خرابه، یه چنین خوابی دیدم،
یه قصری بود برند، یه دونه مثل نداشت، مانند نداشت. گفتن مال توی، داشتم نگاه میکردم یه هو پکید منو. گفت خودم کردم که لعنت بر خودم بود، بیچاره کردم خودم. گفتم چرا؟ گفت حاج آقا من یه مادری دارم رو چشم نگهش میدارم، دوستش دارم، میام خونه اول باید مادرم غذا بخوره، تر و خشکش بکنم، بعد خودم و بچه هم. ببین 30-40 سالم هست که مادرم رو نگه میدارم. پیر زنم هست، گاهی غر میزنه، گاهی نق میزنه، منم بازم. نصف شب هم همین چند ساعت پیش بابا اخواب بیدار شد، گیر داد، غر زد، حرف زد، بد و بیرا گفت، نق زد. یه ها کوره در رفتم یه سیلی زدم تو گوش مادرم. ببین خودم فهمیدم هر چی ساخته بودم باختم. الان تو خبرش آورد. این حرف کجاست؟ داستانهای شگفت شهید دستقه. برید بخون. یه انبار باروت و یه جرقه کلن میبره رو هوا. شیخ ربطش الان بگم. جوونا ما یک مؤلفه داریم که این مؤلفه ما رو ابلیس سوار میشه میتازونه و روش حسابی حساب کرده، اونم غضبه. یه هو آدم غضب میکنه، پشمند اون غضب نابجای قتل در میاد، چون غضب غضب ممدوح و غضب مذموم داره. و غضب العباس، آقا قمر بنی هاشم غضب میکرد تو کربلا، این ممدوحه. آدم برای حمایت مظلوم غضب کنه ممدوحه، اما غضب در مقابل یه بچه شیعه، غضب در مقابل رفیق، غضب در مقابل خانواده، غضب در مقابل پدر و مادر قطعا مذمومه. اگر قرار بود کار غضب بگیره، هیچ کدومم من و شما امشب نباید به خونه میرسیدیم، اگه خدا قرار بود به ما غضب کنه و غضبش رو اجرا کنه. خیلی من میگم انقدی که ابلیس رو غضب نابجا و مذموم من و تو حساب کرده، رو چیزی حساب نکرده. یهو بابا حالا داداشت چیزی گفت، حالا فامیلت چیزی گفت، حالا طرف تو خیابون پیچید جلوت، حالا پیچید جلوت. نه نه حاج آقا، من اگه به این یه چیزی نگم نمیتونم، من اینجا هم گیر میکنه، این همون اینجا گیر میکنه، همون ابلیس هست. برو یه چیزی بگو، شیشه رو بکش با این، یه ببخشید عزقم، یه فحشی هم بده. خب فحش رو دادی، مثلا جلو هم زدی ازش، دوتا ترمز هم جلوش زدی، حالش هم گرفتی، ثم مازا. بعدش دلم خنک شد، مگه ما رو دلمون داریم کار میکنیم؟ رفقا غضب، من نمیخوام برم تو، خیلی حرف دارم راجع به غضب، خیلی که حالتون حسابی گرفته میشه، ولی میخوام برسونم به اینجا، به این فرمولی که پیغمبر داده. حرفو ببین، پیغمبر فرمود ان الغضب من الشیطان، غضب از شیطانه. روایتو اینطور خدا فرمود ان الغضب من الشیطان، غضب از شیطانه. و ان الشیطان خلق من النار، شیطان خلق شده است از آتش. درسته؟ ببین چی میچینه کنار هم. دیدی آدم غضب میکنه میگه ببین گور گرفتم، آتش گرفتم، من نمیدونم، شیطان خلق شده است از آتش. نه 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 حاج آقا، من دارم میترکم. آدم غضبم میکنه قرمز میشه. من نمیگم که، حرفو ببین تو رو خدا. پیغمبر فرمود ان الغضب من الشیطان و ان الشیطان خلق من النار و انما تدفع النار بالماء فاذا غضب احدكم فليتوضا. آتش رو آب خاموش میکنه، هر کدومتون غضب کردید سری وضو بگیرید. عب نداره، میخوای فحش بدی؟ باشه. میخوای چیزی رو بشکنی؟ باشه. یه دقیقه وقت بذار وضو بگیر، بعد برگرد این کارا رو بکن.
من که نمیگم که، صدق الله و رسوله. پیغمبر میفرماد انما تطفا النار بالماء، آب آتیشو خاموش میکنه. خب چیکار کنم؟ فاذا غضب احدکم، هر کدوم از شما غضب کردید، فلیتوضا، برید وضو بگیرید. ببین همین وضو کوچیکه که در چشم ما خیلی هم کمه، حقیر پایینه، میتونه بلاهای بزرگ مادی و معنوی رو که از غضب به بار میاد برگردونه. امتحان کنید. عصبانی شدی؟ میخوای زمین و زمان رو به هم بدوزی؟ یه دقیقه به خودت وقت بده، وضو بگیر، بعد بیار کاری خواستی بکن. ببینی یه ورق برگشت. فرمود فلیت عوض وضو بگیرید. این وصیت‌نامه شهیدی رو میخوندم، شهید مدافع حرم، خیلی برای من عجیب بود. سید جان دستمال رو وصیت‌نامه شهید مدافع حرم سجاد زبرجدی، خیلی عجیب بود. نوشته بود شما 40 روز دائم الوضو باشید، دربهای رحمت خدا یک به یک به روی شما باز خواهد شد. دائم الوضو. حتی من یه پله بالاتری هم گفتم اگر وضو هم داری دوباره رو وضو بگیر، چون فرمود الوضو نورون، الوضو علی الوضو نورون علی نور. وضو دوباره وضو بگیر. دو تا نکته رو بگم و عرایزم رو جمع کنم. جلسه اول اینم گفتم، اینم حالا دوباره نوشتم چون شاید خیلی ها. امام صادق علیه السلام فرمود، ببین فرمولا خیلی راحته، خیلی مفته، به دست من تو رسیده. فرمود هر کسی میخواد خیر و برکت در منزلش زیاد بشه، موقع غذا خوردن وضو بگیره. برکت، برکت با پول فرق میکنه. خیلی ها پول دارن، پولشون برکت نداره. بعضی ها کم مالن ولی مالشون برکت داره. برکت اولا از ماله. فرمود موقع غذا خوردن وضو بگیره، خدا برکت رو و خیر رو تو منزلش زیاد بکنه. دو تا نکته. نکته اول اینه که رفقا حواستون باشه، چون من یه بحث دیگه هم اگه برسم این پشت یادداشت کردم میخوام بگم متناسب با امروزه. حواسمون باشه تو وضو و مستحبی که میریم انجام بدیم مرتکب حرام نشیم. یه وقتی رفتم خدمت یکی از بزرگان، عرض کردم چی کار کنم نمازم نماز باشه. ما نماز میخونیم ولی میگیم الله اکبر، به خودمون میایم میبینیم داریم سلام علیکم و رحمت الله. ایشون چند مورد فرمودن، یکیش این بود. فرمود در مقدمه نماز که وضوست مرتکب حرام نشو. من میخوام برم یه مستحبی رو انجام بدم، تو این مستحبه درگیر حرام میشم. اه شیخ چیه؟ اسراف. طرف شیر آب و وا میکنه، به اندازه یه پارچ آب میره که یه وضو بگیره. نمیخواد، نمیخواد این کارو بکنی. اینجا تو برای مستحب درگیر یه حرام میشی رفیق. دورت بگردم، خواهش میکنم امتحان کنید. خواهش کردم ازتون، نه یه لیوان، نه یه استکان، نصف استکان برای وضو گرفتن من و تو کافیه با انجام مستحباتش. امتحان کنید دیگه. نصف، حالا میخوای احتیاط کنی یه استکان، نه لیوان، یه استکانو آب کن، شیر آب ببن بذار کنار، با همون ببین تهش نصفش میمونه یا نمیمونه با مستحباتش. طرف میره زیر دوش میخواد یه غسل جمعه کنه، دو تا بشکه 200 لیتری آب میره، هی اینجوری میکنه. این چیه؟ مثلا فکر کن هرچی بیشتر این سوراخ دماغ رو بشوره زودتر شیخ رجب علی خیاط میشه. به این چیزا نیست بابا. ما الان با کمبود آب مواجهیم. تو خیلی از شهرامون سر آب نزاع، جنگ، درگیریه. این آب رو آیت الله قاضی، سید علی قاضی طباطبایی، استاد آی بهجت، با یک کاسه آب و یه لنگ غسل میکرده. حالا نمیخواد ما مثلا با یه لنگ غسل کنیم، با یه کاسه غسل کنیم.
طلب میگه رفتم پیش استلیای قاضی، نزدیک شد به غروب، نزدیک شد به ظهر جمعه. آقا من دارم غسل جمعه کنم، پاشو دیدیم رفت یه کاسه رو گذاشت آب کرد، لنگو زد تو این کاسه، درو چلوند، شروع کرد اینجوری، دوباره زد درو سمت راست بدن، چلوند با یه لنگ و یه کاسه غسل جمعه کرد. من میرم یه غسل جمعه کنم، یه مستحبه، درگیر حرام شرعی میشم. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، رسما درگیر اسراف، اسراف آب، اونم که وضعیت آبو میدونید. رفقا وضو میخواهید بگیرید، شید آبو وا نذارید، شر بره که من یه وضو مستحب بگیرم. نیای بگی شیخ ما 40 روز چیه، 40 ماه دائم الوضوئی میچی نشده، تو مرتکب حرام شدی تو این وضو گرفتنت. بعدم رفقا وسواس نداشته باشید دیگه. حاج آقا یه نگاه کن ببین آب اینجا رفته، اصلا نیاز نیست اینجا آب بره. اینجا چی؟ نیاز نیست اینجا آب بره. همین ظاهر شستن بشه کافیه. از بالا آبو بریز که الان میرسم میگم. یه پرانتز باز کنم. رفقا عبادات ما مستحب و واجب با وضو به اوج میرسه. اینی که میگم نکنه به شما نمیگم. حالا هر کسی بعدن خدایی نکرده نباشه کسی بی وضو بیاد تو روزه سید الشهدا بشینه، نکنه کسی بی وضو بیاد تو روزه حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و روی فدا بشینه. آداب داره. من نمیرسم امشب. آداب عزای حضرت زهرا از همه عزاها بالاتره. وقتی من میخوام از حضرت جعفر طیارم که امروز شهادتش بود اگه برسم بگم، که نمیرسم. حتما با وضو مقید باشید، با وضو بیایید. یک، اسراف نکنید. دو، وسواس نداشته باشید. خدا نکنه به وسواس گیر کنید دیگه نمیتونید ازش در بیایید. طرف میرفت ببخشید عذر میخوام یه دستشویی بره یه غذای حاجت کنه، بنزه یه حموم رفتن آب مصرف میکرد، وقت میذاشت، میومد بیرون، من میدم تا اینجا پاچه‌هاش بالاست. گفتم چه؟ گفت کل دستشویی رو شستم. گفتم خب برای چی شستی این کفشا رو؟ چیزی که اینجوری بذار. گفتم خب چی کار داری میکنی؟ شرع ما اینو نمیگه. سه، احکام وضو رو یاد بگیرید رفقا، احکام واجبتون رو یاد بگیرید. عرض کردم من اگر به نیت نماز ظهر وضو بگیرم، با اون وضو نماز عصرم هم نمیتونم بخونم. اگر من به نیت مس خط قرآن وضو بگیرم، با اون وضو نماز نمیتونم بخونم. اگر من به نیت طواف وضو بگیرم، چون طواف وضو میخواد، واجب وضو داشته باشی، به نیت طواف وضو بگیرم، با اون نمیتونم نماز بخونم، نمیتونم مست قرآن بکنم. شیخ سخت شد که نه آقا، هر دفعه تو وضو میگیری به نیت قربتن الله، امتثال امر خدا وضو بگیر، با اون وضو هر کاری که شرط صحتش وضو باشه میتونی انجام بدی. دست زدن به اسامی خدا و اهل بیت علیهم السلام، مس خط قرآن، نماز خوندن، طواف کردن. بعد تویی که دائم الوضو میخواهی باشی، نیتت اجرای امر خدا و رضایت حضرت حق کفایت. بعد احکامشو برید یاد بگیرید. یه جایی تیمم باید بکنی، باید، وقت نیست، حالا به هر دلیلی نمازت افتاده به آخر وقت، وقت نیست. اگه تو وضو بگیری نمازت میپره، قضا میشه. نه میتونم، بودو وضو میگیره. اگر نمازی هم بخوانی با اون وضویی که وقت نبوده و وضو گرفتی، باید تکلیفت اونجا تیممه، باید تیمم میکردی، اون نمازت باطله. مثلا طرف فکر کنه که من خیلی شاهکار کردم، دویدم و وضو، مثل کسی که مریضه و روزه براش ضرر داره و روزه میگیره، این مرتکب فعل حرام شده. آقا روزه بر کسی که به علت مریضی روزه بهش ضرر میزنه حرامه. ما یه فامیلی داشتیم،
عمل قلب کرده بود، اطبای متخصص و متشرع گفته بودن شما باید روزی این ست قرص رو بخوری، اصلا نمیتونی، باید بخوری. این 19 و 21 رمضان پدرش در میومد ولی روزه میگرفت. بهش گفتم چرا این کارو میکنی؟ میگفت خادر امیرالمومنین. گفتم داری میمیری، تو داری فعل حرام مرتکب میشی، منت فعل حرامت هم سر امیرالمومنین میذاری. امروز روز سنگینیه، ضربت مولاست، من با کی گفته باید بگیری؟ همون شارعی که روزه رو واجب کرده اینجا بر تو حرام کرده. بعدن اگر صحت حاصل شد، خوب شدی، این روزایی که پدرت در اومده روزه گرفتی باید دوباره قضاشو به جا بیاری. نه اینکه فکر کنی مثلا سه تا گل زدی اتریک کردی عشق کنی، نه قربونت بشم، حرام مرتکب شدی. یه جاهایی تو باید تیمم کنی، اون جایی که تکلیف تیممه نمیتونی وضو بگیری، برید احکام تیمم رو یاد بگیرید. یه جایی نه تیممه نه وضو با آب جبیره است، برید یاد بگیرید. نه اینکه یاد بگیرید بگید آقا به نظرتون الان تکلیف چیه؟ سه باب همه درش متخصصن، سه مطلبه که همه درش متخصصن، دیانت، سیاست، طبابت. از هر کدوم اینا حرف بزنی همه نظر میدن. به نظر من اینجا شما بهتره که اینجا رو جبیره بگیری، اینجا رو تیمم کنی، نظرتو به درد میخوره. الان قضیه اینجوریه، به نظر من ایران باید اینجوری ظاهر بشه، اسرائیل این کارو بکنه، لبنان اون کارو. به تو چه؟ مگه ما سیاست سر در میاریم؟ سرم درد میکنه، 50 مدل دارو برات تجویز میکنن. رفقا حواستون باشه، جلسه میایید با وضو بیایید، روزه میایید از در حسینیه تو میایید با وضو بیایید، این سیاهی ها رو ببوسید، سیاهی حضرت زهراست، نکنه بدون وضو کسی بیاد روزه، خدای نکرده. عرضم هم تمام. احکام وضو رو برید یاد بگیرید از مرجع تقلیدتون صلی الله علیک ایتها صدیقت و شهید. خدا رو شکر که حالا زنده موندیم و به فاطمه رسیدیم. من یه صفحه‌ام راجع به حضرت جعفر طیار نوشته بودم، برادر بزرگ امیرالمومنین، چون اینا 4 تا داداشن، طالب، عقیل، جعفر، مولا، و 4 تا 10 سال با هم فاصله دارن. طالب 10 سال بزرگتر از عقیل، عقیل 10 سال بزرگتر از جعفر، جعفر 10 سال بزرگتر، یعنی از امیرالمومنین با جناب طالب سلام الله علیه و رفقا 40 سال فاصله است. حالا بماند، فقط انقدر بگم، انقدر جناب جعفر عظمت داره که مولا فرمود اگر 2 نفر جعفر و حمزه زنده بودن، اینا نمیتونستن حق منو بخورن، منو تو گوشا بکشون. خیلی این حرف بالاست، خیلی بالاست. بعد عبدالله جعفر پسر همین جعفر طیار میشه همسر حضرت زینب سلام الله علیها و رفقا. خیلی عجیبه، اینم حالا بگم بهتون، فرمود هر وقتی که مطلبی رو از عموجانم امیرالمومنین میخواستم برای اینکه ردخور نداشته باشه، مولا رو به حق پدرم جعفر قسم میدادم. در یه روایتی داریم به وقتی سید الشهدا به امیرالمومنین رسید، سر جریانی مولا به خشم آمده بود، امام حسین او رو به حق برادرش جعفر قسم داد، مولا رو صلی الله علیه و آله صدیقت و شهیده. الحمدلله که به این فاطمی هم رسیدیم. الحمدلله که زنده موندیم و سیاهی حضرت زهرا رو پوشیدیم. رفقا من کاری ندارم مردم چی میگن و مردم چی کار میکنن، من با شماها کار دارم. هر جوری میتونید برای احیای فاطمیه، هر جوری براتون ممکنه، هر رقمی، ولو به سیاه پوشیدن باشه، ولو به سیاهی زدن باشه، ولو به انجام بدید، دست رفیقاتونو بگیرید، اونا رو به اوج سعادت برسونید، بیاریدشون روضه حضرت زهرا، بیارید ازشون خواهش کنید، هر جوری شده اینا رو بیاری تو روضه حضرت زهرا، بذار روضه حضرت زهرا ولو به حسب ظاهر شلوغ باشه.
سلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده. از کدوم روزشون بگم، از کدوم قصهشون بگم، از کدوم مریضیشون بگم؟ درد ناموس رو که نمیشه همینجوری. آره آقا، آره، ما رو ناموس حساسیم، مثلا ما ناموس پرستیم، ولی هزار هزار ناموس مثل من و تو فدای ناموس علی ابن ابی طالب امیرالمومنین. بابا مگه میشه، مگه میشه کار به جایی بکشه طوری حضرت زهرا افتاده باشه که امیرالمومنین میره مجبور بشه عباشو در بیاره رو بی بی بندازه؟ ببخش که من خیلی ساده میگم و رد میشم، مولا جان تو بگذر. مگه میشه، مگه میشه یه ملعونی جلوی ناموس خدا رو بگیره؟ گفت کجا بودی؟ گفت من رفته بودم قباله فدک رو از ابوبکر گرفتم. گفت بده ببینم. تو الله اکبر، تا گرفت ببینه آب دهان انداخت تو اون نامه، نامه رو پاره کرد ریخت تو صورت حضرت زهرا. بی بی فرمود نامه من رو پاره میکنی؟ خدا شکم تو پاره. تا گفت خدا شکم تو پاره، یه جوری این ملعون به غضب اومد. یه سیر بچه شیعه غضب مال دومیه، بچه شیعه رو زنش دست بلند نمیکنه رفیق، یادت نره هیچ وقت. افتاد امام حسن میگه مادرم به خودش میپیچید تو کوچه ها. بعد دیدم منو با دست رو زمین، چی شده مادر؟ گوشواره تو گوشم شکست حسن جانم. دستتو بیار بالا، دستتو بیار بالا، بیار بالا، عرضه کنیم فرجو بگیریم، دستتو بیار بالا، به نیت فرج سه مرتبه صدا بزن، بگو یا زهرا.